اما توجه شما را به خبرها جلب می‌کنم. وزیر خارجه آمریکا می‌گوید مایه تأسف است که سوپر نفتکش ایرانی آزاد شد. او استدلال کرده است که منافع فروش نفت ایران توسط قاسم سلیمانی و سپاه پاسداران صرف ادامه کارزار اقدامات تروریستی می‌شود. گزارشی از همکارم فرهاد پولادی. وزیر خارجه آمریکا نسبت به آزاد شدن نفتکش ایرانی گریسی یک توسط دولت جبل الطارق ابراز تأسف کرد و گفت منافع فروش نفت ایران صرف کارزار تروریستی سپاه پاسداران می شود. پس از صدور دستور آزادی این نفتکش و پیش از ترک جبل الطارق، جمهوری اسلامی ایران نام کشتی را به آدریان دریایی 1 تغییر داد و پرچم ایران را جایگزین پرچم پاناما کرد. جبل الطارق بخشی از سرزمین‌های فرادریایی بریتانیا است. مایک پامپو دوشنبه شب در گفتگو با شبکه فاکس نیوز آمریکا با اشاره به اینکه منافع فروش نفت ایران به دست قاسم سلیمانی و سپاه قدس می‌افتد، گفت که اگر ایران بتواند سودی از حمل نفت توسط این نفتکش به دست بیاورد، در واقع سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پول و ثروت بیشتری برای تداوم کارزار تروریستی خود در اروپا و دیگر نقاط جهان به دست آورده است. همزمان در پی انتشار خبر حرکت این نفتکش به سمت یونان، وزارت خارجه آمریکا هشدار داد که ایالات متحده موضع قاطع خود را درباره این نفتکش به دولت یونان اعلام کرده است که هر گونه کمک به آن میتواند فراهم کردن لوازم حمایت از یک سازمان تروریستی بین‌المللی تحت تحریم آمریکا در نظر گرفته شود که پیامدهای مجرمانه بالقوه دارد. مقامات آتن اعلام کردند که درخواستی از کشتی آدریان دریایی 1 برای پهلو گرفتن در هیچ یک از بنادر خود دریافت نکردند. آمریکا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به همراه نیروی قدس که قاسم سلیمانی فرمانده آن است را در فهرست گروه‌های تروریستی خارجی قرار داده است. در چارچوب کمپین فشار حداکثری دولت پرزیدنت ترامپ، واشنگتن بنا دارد که فروش نفت توسط جمهوری اسلامی ایران را به صفر برساند. آمریکا با اعمال این فشار که پس از خروج از برجام صورت پذیرفت، بنا دارد که تهران را به نشستن پای میز مذاکره برای تحقق یک توافق جامع که در قالب درخواست‌های 12 گانه ارائه شده متقاعد کند.